برگذر کتاب. ورقی فرض کن، یک روی در تو، یک روی در یار، یا در هر که هست. آن روی که سوی تو بود خواندی، آن روی که سوی یار است هم بباید خواندن. احتمالاً واقعیت کلمه ایست که همه به کار میبریم، سکه ایست که همه خرج میکنیم، ولی منظور من از واقعیت واقعاً واقعیت نیست، بلکه مصلحت است. واقعاً نمیخواهیم کسی همه ی واقعیت را بگوید، آن قسمت از واقعیت را میخواهیم که فعلاً صلاح است، به تعابیر مختلف مؤثر است، یا سازنده است، یا امیدوار کننده است، یا پویاست، یا متعهد است، یا ما خوش داریم، و دست آخر ممکن است اصلا ربطی هم به واقعیت نداشته باشد. برنامه دیگر از درگذر کتاب در کنار شما عزیزان هستیم و مهمان عزیزمون حامد جان و مهیار، یار همیشگی برنامه. سری قبل در مورد آثار بیضایی، بهرام بیضایی عزیز، در مورد آثار نمایشی صحبت کردیم و امروز قراره که در ادامه اون مبحث در مورد کارهای آثار پژوهشی این بزرگوار صحبت کنیم. صدا یک کد حامد خواهش میکنم. چیزی که در مورد این در واقع مبحث امروز به ذهن من میرسه، خود قضیه پژوهشه، مخصوصا پژوهش توی حوزه هایی که استاد واردش شدن، و اهمیت این قضیه که ما چقدر به این مسئله نیازمندیم. واقعا دفعه قبل مهیار فکر میکنم یه اشاره گذرایی به این مسئله کرد. موقعی که ما میخوایم یه چیزی رو بسازیم، باید اول دقیق بشناسیمش، معناشناسیش کنیم، با چهارچوبهاش آشنا باشیم، و بعد اونو در واقع تغییر شکلش بدیم، امروزینش کنیم، از مواد خام به دست اومده بتونیم یه چیزی رو بسازیم. و بیضایی ثابت کرده که این کار است، ثابت کرده که نمیذاره گذشته فراموش بشه، تمام تلاشش این بوده که همه اونها رو از روزگاران دور، از داخل شاهنامه، از داخل هزار و یک شب، از داخل مراسم آیینی سنتی ما بکشه، بیاره امروزینش کنه، مستندش کنه، و به عنوان یه پژوهشگر، بعضی وقت به عنوان یه معلم، انتقال بده به نسل‌های آینده. خب مقالات متعددی داره، آدم یه چیز روش 70 کتاب نوشته، گفتگوهای متعددی داره که اخیراً توی دانشگاه در واقع استنفورد هم سخنرانی های خیلی با ارزشی کرده توی حوزه استرو اینا، چند تا کتاب خیلی خوب و مرجع هم داره، که اتفاقا مال روزگار در واقع جوانیشه. فکر میکنم که بد نیست که به اسماشون هم اشاره کنیم. نمایش در ایرانه که هنوز هم بعد از گذشته چندین دهه در واقع مرجع ترین کتاب ما در حوزه نمایش ایرانیه. نمایش در چینه، نمایش در ژاپنه، و پژوهش قابل ارج که همین مدت زیادی نیست، در واقع فکر میکنم که 2-3 سالی که منتشر شده، هزار افسان کجاست، که در واقع 2 تا جلد این کتاب، اول ریشه یابی درخت کهن بود که کتاب نازک بود، که بعد این تبدیل شد به پژوهش. فکر کنم سال 91 هم بله فکر می‌کنم، آره، که بعد در عرض 2 ماه سریعاً به چاپ‌های چندم و چندم رسیدش. بیضایی کل، یعنی در کل راجع به بیضایی برمیگردم، این 3 کلمه رو نایده بگیرید. اول که ما در برنامه قبل در واقع راجع به آثار نمایشی و آثار از این دست بیضایی صحبت نکردیم، ما فقط یه مقدمه گفتیم، یعنی ما نمیرسیم به اونجا که در مورد اونها حرف بزنیم به این راحتی. حالا اینو گفتم که بعد اینو بگم که حتی اگر تو شما اون آثار رو ببینید، متوجه میشید که بیضایی قطعا انسان پژوهشگری است.
یعنی سطر سطر اون آثار، جنس شکل گرفتن اون آثار به شما نشون میده که اینها پشتش یک پژوهش بسیار جدی، درست و دقیقی وجود داره همه آثاری که نوشته. چون اون دفعه گفتیم که پیدا کردن اون بزنگاه ها نیازمند این پژوهش. اما اون چیزی که امروز داریم در موردش حرف میزنیم پژوهش هایی است که به نه برای شکل دادن به آثار خودش در اختیار عموم قرار داده به عنوان آثاری که الان به عنوان مرجع ما بهشون رجوع میکنیم و به عنوان آثار پژوهشی منتشر شدن. من این رو بگم از خودش، در واقع از بیضایی نقل قول کنم که این فرد میگه که من خیلی وقتها چه ابتدا چه بعد در طی مسیرم مدام برمیخوردم به چیزهایی که وجود نداشت، اطلاعاتی که احتیاج داشتم و وجود نداشت، تحقیقهایی که احتیاج داشتم و وجود نداشت و ناچار بودم که اون کار رو خودم انجام بدم چون کسی دیگه وجود نداشت که اون کار رو انجام بده. این یه واقعیتیه در مورد ایران، یعنی متاسفانه در بسیاری از حوزه ها ما خلاهای این شکلی داریم، کارهای انجام نشده بسیاری وجود داره و کتابایی که داریم امروز در موردشون حرف میزنیم خیلی از این خلاها رو، تلاش این فرد برای پر کردن خیلی از این خلاها که در اختیار ما هم قرار گرفته. سه کتابی که در مورد تاریخ نمایش نوشته ایشون، در واقع همشون رو ما باید در کنار همین ستا رو به صورت یک تحت لوای در واقع دوباره تاریخ نمایش ایران در نظر بگیریم. در واقع اونجا داره ریشه های رو و یا مشابهت ها رو، یعنی خوندن این ستا در کنار هم دیگه یک ویوی تطبیقی میده که البته کسانی که اهل نمایش باشند آثار مطالعه شدن این کتاب رو توسط اهالی نمایش ما در آثار نمایشی دیدند. توجه خاصی که به نمایش ژاپن شد در ایران به زعم من مدیون بیضایی است. اون نگاه ویژه‌ای که به گونه های نمایشی در هند شد به زعم من مدیون بیضایی است که ما بعدها این رو در اجراهای نمایشی خیلی از افراد، حالا من نمیخوام اسم ببرم بعدم میگن که آقا این گفته ما تحت تاثیر اون بودیم، ما نبودیم، ولی دیدیم بود افراد بزرگ، یعنی بزرگان تئاتر ما، درست، این که این اتفاق براشون افتاده. و بعد تاریخ نمایش پژوهشی در نمایش ایران که در واقع یک سند ملی است، یعنی یک پژوهش ملی است در مورد جایگاه نمایش. بیزایی... حالا که عذرخواهی میکنم به نمایش ایران رسیدیم، میخواین یه استراحت کوتاهی داشته باشیم بریم برگردیم که مبحث کاملا باز شد. نمایشنامه شب 1001 رو من در سال 1381 نوشتم. اگه نمایشنامه سپاره است که سپارش رو یک موضوع به هم ربط میده، هر سپاره این درباره یک کتاب گم شده است به اسم هزار افسان. بعدها من کتاب، یعنی چند سال پیش من کتاب نوشتم راجع به اینکه هزار افسان کجاست، ولی این اولین باره که در این نمایشنامه نظریه‌ای که راجع به این کتاب دارم و راجع به اصلا شباهتش با شاهنامه توی این نمایشنامه مطرح میشه. من بگم هزار افسان چیه. هزار افسان یک کتاب داستان ایرانی خیلی بزرگ ظاهرن که در گفته میشه بنابر آنچه که ما از سندی که از قرن چهارم هجری داریم گفته میشه در زمان همای چهرآزاد کیانی که همزمان با هخامنشیان با کوروش ظاهرن، با دوره دوم کوروش، در اون دوره جمع آوری شده. این یعنی همزمان با موقعی که در یونان تراژدیان های بزرگ داشتن آثار بزرگشون رو می نوشتن، در ایران هزار افسان داشته نوشته می شده. ماهر جون در مورد نمایش در ایران ادامه صحبت بینه تو پرانتز نگه. نه فقط من خواستم اینو بگم که ببینید بیضایی یک مجموعه نمایش نامه هایی داره، نه همه آثار نمایش، خصوصا یک سری از آثار نمایشیش که ما تو برنامه قبل راجبشون حرف زدیم، راجبشون حرف نزدیم، مقدمش رو گفتیم که ریشه دارن در همین پژوهش های نمایش، پژوهش نمایش در ایرانش. یعنی برفرض شما اگر یک کسی هستید که اصلا در کار تئاتر یا میخواد در مورد گونه های نمایشی در ایران
اطلاع داشته باشه، یا میخواد حتی بره یک نمایش ایرانی ببینه یا دیده میخواد ازش اطلاعاتی کسب کنه، قطعا این کتاب پژوهش در نمایش ایران راهگشاست. در واقع و در کنار اون یک نمایش نامه هایی که این آدم نوشته که در واقع شکل اجرایی همونها، یعنی شکل اجرایی مدرن امروزی اونهاست که شاخصش اثریه که همین اواخر اجرا کرده، یعنی در همون استنفورد اجرا کرده، که یک اثر اون یه نمایش نامه است، ما بعد تو برنامه قبل ازش حرف می‌زدیم به نام طربنامه، که یک اثر عظیمی است. یعنی شما فکر کن که یک کشوری رو فرض کن که یک نمایش نامه ای نوشته شده و یک نمایشی داره این کشور که یک شب تا صبح طول میکشه و به شیوه اجرایش هم فکر شده و این نمایش ریشه در ریشه های در واقع نمایشی اون کشور داره. اینو من برای این گفتم، برای این به طربنامه اشاره کردم و امثال هم و کارهای دیگه نظیر اون، ولی طربنامه یکی از در واقع اصلا میشه گفت که بیضایی به نوعی با طربنامه نمایش تخت حوزی رو برای ما ثبت کرد، برای اینکه به معنی اثر ملی برای آیندگان به ارمغان بیاره، در واقع بتونن ازش استفاده کنن. آکادمیکش کرد، از همه مهمتر تبدیل به متنش کرد. همین اتفاقی که سر سایه بازی افتاد توی استرندفورد، اگه شما نکنم جانابلادور بود، که خودش میگه که این نمایش 700 سال بود گم شده بود و من سالها فکر میکردم که میتونم یه همچین اثری رو دوباره احیا کنم، زنده کنم. فهمی اینا در واقع دوباره همون قضیه که از دل خاک میکشیم بیرون و میتونیم ازش استفاده کنیم دیگه. در مورد نمایش در ایران که خودش هم تیتر کتاب هست، اینه مقدمه ای بر نمایش در ایران، که آرزوش در واقع به بیان خودش اینه که بتونه این پژوهش مفصلش رو که ادامه بده، سر این قضیه مقدمشه با ما، این همه اینجوری گونه هایی از نمایش رو برای ما اونجا بعضی جاها حتی مثلا وقتی میرسه به تزیه خیلی دقیق ذکر میکنه که تو میبینی که خب اگر اینا ثبت نشده بودند آیا ما داشتیم اینا رو؟ آیا ما میتونستیم اینو بزنیم؟ همین اتفاق هم در 1001 شب هم میفته. جز به جز با رفرنس ما بعد از هزار افسان کجاست، ما میتونیم خیلی صریح و با قد افراشته در واقع اذعان کنیم که این کتاب علیرغم همه ادعاهایی که پیرامونش هست مال ماست، برای ماست و از فرهنگ ماست و کسی دیگه اصلا نمیتونه، با وجود کتاب هزار افسان کسی دیگه به هیچ وجه نمیتونه ادعا کنه که ادعای تصاحب اون رو داشته باشه. و این اتفاقیه که سر خیلی از مسائل ما باید میافتاد که دونه دونه از دستشون دادیم. من البته یه پرانتز اینجا بهت بگم، ببین از یک طرف دیگری جای یک کمی تأسفه، کارهای این چنینی معمولا ارگانها، یعنی در واقع یه نهادی، مثلا چه میدونم الان پشت سر من اینجا شما کتاب کوچه رو میبینید که یک فرد با همراهی همسرش در سالهای آخر عمرش یک دایره المعارف اجرا کرد. دایره المعارف در تمام دنیا یک مؤسسه است، یک ارگانه. کارهای این شکلی نه فقط به سبب سخت بودن و دشوار بودن این کار، که البته کار دشواری است اون کاری که بیضایی کرده، خب نه فقط به این دلیل احتیاج به یک گروه، به یک نهاد داره، بلکه به چند جهت. یکی این که درآمدزایی آنچنانی در این کارها وجود نداره و احتیاج به حمایت داره، و از سمت دیگه این که این کارها احتیاج به یک حمایتی دارند که بتوانند در عرصه های بین المللی در واقع نظریه و تئوری خودشون رو وارد اون گفتمان کنند و اثبات بشه اونجا. یعنی فکر کن که شما یک رساله ای مثل همین هزار افسان نوشته شده، خب یک کسی باید اینو بگیره دستش ببره اونجا بگه آقا این هزار یک شب بود راجبش حرف میزدید، اینم نظر ماست، ما این نظر ماست، اینم اسناد ماست، اینم اینه، بیاید یه نگاهی بکنید شاید به این نتیجه رسیدید که جزو آثار و مفاخر ایران اینو قرار بدید. متاسفانه این چیزها وجود نداره. این در واقع اضطرار شاید احساس نمیشه، من دلیلش نمیدونم چیه. و حالا ما داریم راجع به بیضایی حرف میزنیم، حالا نمایش برگردیم اگه سر نمایش در ایران و این دسته از آثار پژوهشش میتونیم از یه دیدگاه دیگه هم بهش نگاه کنیم.
من دارم به این فکر میکنم که خیلی خوب، نمایش در ایران چه مزیتی داره که ما رو از نمایش در جهان، تاریخ نمایش در جهان که تألیف‌های متعددی هست، جدا میکنه و ویژگی منحصر به فردی بهش میده؟ خیلی سریع و خلاصه اگر بخوام بگم، ببینید، ما به یک نگرش نمایشی بومی قطعا نیاز داریم، برای اینکه فرهنگمون این رو ایجاب میکنه. نمایش تو اون شکل کلاسیک یونانیش، همون قضیه گفتگو که در برنامه قبل صحبت کردم، خیلی خوب، خیلی عالی و خیلی هم کاربردیه. اما آیا فرهنگ من این در واقع توصیه و گفته خدای بیزاری، فرهنگ من این رو میپذیره؟ فرهنگ من بعضی جاها، فرهنگ من فرهنگ تکگوییه، فرهنگ نقالیه. بعضی جاها حتی توی فرهنگ من تو حق نداری راجبه بعضی از موضوعات با خودت هم حرف بزنی، حتی حق نداری راجبش فکر کنی. این فرهنگ روانی یه در واقع قالب نمایشی خاصی میخواد که شما باید بهش برسی، وگرنه تو اون کشور درام شکل نخواهد گرفت، وگرنه مردم به سالن‌های تئاتر نخواهند رفت، وگرنه نقال ها به خونه هاشون خواهند رفت و خواهند مرد و تموم خواهد، وگرنه شما دیگه نمایش خیمه شب بازی نخواهی داشت. من فکر میکنم که نمایش در ایران تا جایی که تونسته ما رو از این مهلکه در واقع نجات داده، تا جایی که قدرتشو داشته. و البته من میدونم که وقتمون محدوده و همه سوء استفاده میکنم، من فکر میکنم که بد نیست که از دو نفر تو این راستا تشکر ویژه داشته باشیم به عنوان یک هموطن، از خانم شهلا لاهیجی به خاطر انتشارات روشنگران و مطالعات زن، به خاطر اینکه وارد معاملات انتشاراتی ها نشدن و این کتاب های بیضایی بیدریغ چاپ شد و نسل من حداقل بیضایی از طریق انتشارات شناخت، و از کسایی مثل علی دهباشی عزیز. البته زیادن، یعنی به این لیست ما اینا را وارد برنامه خواهیم کرد. به این لیست باید اونجا که از بیضایی حرف می‌زدید حتما باید جلال ستاری رو اضافه کنید. بله. دوسته اصلا. بله، یعنی بله. قطعا این دو نفر ما که حالا قطعا که من اینجور، من از آثارشون فقط اینو میدونم، اینطور برمیاد که تبادل فکری داشتن با هم دیگه. بله. و او خودش یک در واقع پدیده شگفت انگیز. آره ببندیم، یعنی چون تایم نداریم. و اینکه از خیلی چیزها در مورد بهرام بیضایی صحبت نکردیم، حتی در مورد این نقاشی، اینکه مقایسه نقاشی با آثار بهرام بیضایی، و فکر میکنم که ما باید باز همین مبحث رو ادامه بدیم در آینده و اینکه از جهات دیگه به این نظر نگاه کنیم. یه جمله لازمه بگم در مورد آثار پژوهشی، هر وقت حرف میزنیم نه فقط آثار پژوهشی، در اغلب حوزه‌های فرهنگی یک مشکلی که ما در ایران داریم اینه که ما یک گسست‌های بیشمار داریم، یعنی فواصلی هست که این فواصل پر نشده. ما یک عالمه ستاره داریم، یک عالمه، حتی باید متاسفانه بگم یک عالمه سیاه‌چاله داریم که اینها به هم دیگه فقط لازم بوده وصل بشن، مکاشفه بشن. این کارها انجام نشده در ایران. این خلأها رو تک آدم هایی مثل بیضایی و اونای دیگه که اسمشون برده شد و خواهیم اسم برد ازشون، سعی کردن پر کنند. اما اون خطا، اون نقاط وقتی به هم متصل میشن که آثار اونها رو بخونیم، که این آثار رو بخونیم، وگرنه کلمه ها چیستند وقتی در هوا هستند. که بیننده های عزیزمون هم حتما این کار انجام میدن، خودمون هم دوباره این کتاب هایی رو که چند سال پیش خوندیم دوباره بخونیم. زمان ما متاسفانه تموم شد. سلامت باشین. متاسفانه زمان این آثار تموم شد. زمان این آثار، آره دقیقا. تا جلسه بعدی. طربنامه نمایشی است خنده آور با ساختمانی هزار و یک شبی و زبانی آمیزه شعر و گفتن و گفت‌آواز و موسیقی و رقص و هنر نزدیک به 40 نقش پوش
تجربه غیر قابل تکرار در هیچ کجای دیگر جهان و شما اگر آن را ببینید اولین و به احتمال زیاد آخرین تماشاگران آن در کل تاریخ جهان خواهید بود. هان خبر کن به تماشا آگند هر کسی ای خبر و آی خبر، به شتابید خلایق از دست نرود فرصت و مانید پکر. کفی مرتب سلامتی خواهید. اینجا گفته باشم که سرن من از طربنامه تقدیم است به همه مطربان گمنام و خاموش قرنها که جز شادی نخواستند و جز اندوه نبردند. اینجا داریم میمیریم اثر مریم حسینیان. مریم حسینیان در دومین رمان خودش چند آدم متفاوت رو روایت میکنه که در خانه ای ناچار به تحمل همدیگرن. حسینیان که رمان قبلیش نامزد جایزه هوشنگ گلشیری بود، در این رمانش نیز از زنها و البته مردهایی مینویسه که در یک هم‌مکانی اجباری رویاهای خاصی رو در سر دارن. از زنی متعصب که کینه خواهر کوچکش، خواهر سرخوشش رو به دل دارد، تا دختر جوانی که میخواهد برای انتخابات رأی جمع کند، از زنی خانه‌دار که شاهد فرو ریختن خانه‌اش است، تا چند شخصیت جادویی که ناظران این جهان پرقصه‌اند. در این اثر مفهوم کلاسیک پری به یک امر داستانی مدرن تبدیل شده. قصه ی آدم‌هایی است که زیر نظر چشم‌های نگرانی مشغول جعل خود و بودنشون هستند. قصه ی آدم‌هایی در یک آپارتمان حوالی یوسف آباد. اکثر کتابخونای حرفه‌ای لیستی از کتابای خوبشون تو دفترچه یادداشتشون دارن و هر جا نامی از کتابی میشنون اونجا یادداشت میکنن تا در زمانی که فرصتی برای خرید کتاب یا مطالعه دست میده دست خالی نباشن. شاید مراجعه به فهرست هشتگ معرفی کتاب در متمم نقطه شروع خوبی باشه. برگی دیگر از درگذر کتاب ورق خورد و این یعنی صفحه بعد.